آینده ایران سپاسگزار که با ما همراه هستید برنامه رو در سطح گسترده پخش میکنید رو اعصاب دشمنان ایران یاد روی میکنید و این برنامه مستقل و در حقیقت با نگاه منافع ملی ایران رو حفظ کردی در تمامی این سالها برنامه رو که مشخصا از سال 2014 شروع شده الان 9 سال ازش گذشته ولی برنامه سازی شخص خود من از سال 2012 شروع شد از طریق کانال های ای اول از همه حالا سه تا چهار تا کانال ماهواره ای برنامه داشتم بلکه به مدت سه ماه بعد دیگه وارد سوشیال مدیا شدم چون از همون موقع فهمیدم که کانال های ای توانایی بذر سخن ندارن و خیلی زود فهمیدم که دنیا داره تغییر میکنه با شبکه های اجتماعی و رسانه های سوشیال مدیا و برنامه ها رو در طریق یوتیوب 15 دقیقه 15 دقیقه آپلود میکردم چون اون موقع بیشتر از 15 دقیقه شما نمیتونستید آپلود کنید و برنامه رودست شکل گرفت اینا در ادامه کار یعنی ما در سال 2012 برنامه ابتداییمون سرزمین اهورایی بود و بعد از اون برنامه سرزمین اهورایی که یه دو سالی اجرا کردم اینا از سال 2012 تا 2014 تا سال 2014 دیگه وارد برنامه رودست شدیم و برنامه رو دست هم مراحل مختلفی داشت دو سال اول برنامه کوتاه زیر ده دقیقه بود و بعد دیگه از سال 2016 به این سو ما وارد برنامه سازی بلند شدیم تا سال 2018 هفته یکی دو تا برنامه یک ساعت دو ساعته میدونیم از سال 2018 دیگه با سرعت خیلی بیشتری هر روزه دست کم دو برنامه دیگه بعد از دو برنامه از سال 2019 سه برنامه و الان هم از سال 2021 به این ور ما روزی تا چهار برنامه هم داریم منتشر میکنیم خیلی ممنون اما دیدم یکی از این آخوندهای دوزاری آقای قاسمیان اصلا یه حرفایی میزنه خودش اوزاش مشخص نیست در ایران چیست داره در مورد سقوط اسرائیل صحبت میکنه بعد نمیفهمه که اسرائیل و کشورهای منطقه در حوزه اقتصادی دارن بارشونو رو و اینا همچنان تو توهم هایی هستن دیگه گوش کنید یه دقیقه و نیمه همینی که از آقا میفرمان واقعا همینی که حضرت آقا میفرمان ما به قله نزدیک شدیم یعنی که اسرائیل تقریبا ارزون حساب کنم مشتریشی تقریبا سه سال بیشتر از عمرش باقی نمونده بله چقدر با نمکه ببین تو همین یعنی خیلی هنر میخواد الان این شد هشت ثانیه خیلی هنر میخواد توی هشت ثانیه تو بالای چهار تا چرت چهار تا حرف چرت بزنی یعنی میگه قله ها رو که آقا میگه داریم پیشرفت میکنیم خیلی بخوام دیگه مفت بگم که مشتری بشی اسرائیل سه چهار سال دیگه سقوط میکنه اصلا اسرائیل فردا سقوط میکنه اصلا من بهت میگم اسرائیل فردا سقوط میکنه این چه ربطی به قله های پیشرفت داره من نفهمیدم یعنی سازمان فکری که قله پیشرفت رو در نابودی دشمنش میبینه نابودی دشمن الزامن و صرفا پیشرفت حساب نمیشه الان مثلا من امید دانا از سال 2014 به زر رک بگم بهتون ببین خار مادر یکی گردم یکیشون که عقب افتاده بیمار شده توی آمریکا تو سان فرسیسکو. یکی دو یکیشون تو هلند روانی شد یکی دیگه توی سرمایه فلان اصلا همینجوری درنیت یعنی افسورده شدن یکی دیگه شون که توی این جزیره است اینقدر دادگاهش کردن مادرش قشنگ برای بار چهارم چون سه بار مادرش ازدواج کرده برای بار چهارم باردار شد مادرشام یعنی من باردار کردم مادر دشمنامو خب این چه ربطی داره الان من پیشرفت کردم پیشرفت کردم نه بابت اینکه دهن دشمن رو سرویس کردم برای اینکه به کار خودم رسیدم پیشرفت کردم برای اینکه 80 درصد فکر کار خودم بودم 20 درصد هم زدم تو گوش دشمنا جمهوری اسلامی قضیهش برعکسه 80 درصد درگیر دشمناشه 20 درصد در باب سازندگیشه اینکه تو دشمن تو زیر پاها له کنی الزامن و صرفا ربطی به پیشرفت نداره و این حضرات قله های پیشرفت رو در نابودی دشمن میبینن اونم چه کسی چه افرادی کسانی که خودشون الان حکومتشون رو به هواست کسانی که مدیر سابق کیهانشون آقای نسیری میگه در بهترین حالت پنج سال دیگه اینا میتونن دووم بیارن بر این میگه سه سال دیگه کار اسرائیل تمومه <applause> اصلا احتیاج به جنگ هم نداره آه. من باب یخربون بیوت به ایدیهم خودش خودش رو داغون خواهد کرد دقیقا مثل شما شما هم نیاز به حضور خیابانی ما نداریم آقا رئیس جمهور سابق آقای خاتمی داره بهت میگه که تو داری خود برانداز میشی داری باعث خودت داری باعث فروپاشی خودت میشی بعد تو نشستی در باب اسرائیل با ما صحبت میکنی چقدر بیشعورید شما ها و تمام اماره ها و نشانه هاش داره ظاهر میشود و از بین رفتنش اصلا لحن صحبت کردنه آقای خطیب وزیر اطلاعات؟ تا لحن صحبت کردن آقای اجید که امروز برنامه ساختیم تا لحن صحبت کردن خودت حال و روز و رنگ رخسارتون از سر درونتون دارن فریاد میزنن بلنگو انگار گذاشته رنگ رخسارت داره فریاد میزنه وضعیت درونی و ریزشات رو داری میگه مدل صحبت کردن خودت داری وار میری بعد نشستی داری میگی اسرائیل سقوط میکنه حالا اون ما بعد ما گلی به سرمون میگیریم بعد حالا یه چیزایی داره که خیلی هم نمیشه هی بحث قرآنیشو باز کرد قایمکی فقط من ششیدم به قرآنت خب در همین حد بگیم که بعد ماجرای عربعین بسیار شکوهمند میشه بله با هن نشده عربعین هنوز بسیار شکوهمند نشده شما که میگی 20 میلیون دارن میرن که در جایی که از نظر جغرافیایی دیویسی هزار نفر جمع نمیشن نمیتونن بشن یعنی از بیرون اگر بخوان چون جمعیت خود کربلا یک میلیون و شیسترفتر هزار نفره در جایی که خودش توانایی نداره که دیگه بیشتر از این جمعیت تو جابده شما 20 میلیون میبرید یعنی پرشکو نبوده عجیبی و در حقیقت مد نظر دنیا خواهد شد و بعدش آخرش جنگ آخر میریم با کی؟ میریم با گول آخر با حجاز. با حجاز. و عربستان. یعنی امریکای... که دارید حق توحش میدید به عربستان که میگیم میریم حجاز بعد از اسرائیل ما میخوایم بریم آل سعود رو نابود کنیم فعلا که شما دارید به آل سعود که تیم تیم النصرشون اومده دنبال باستنشون راه افتادید بهشون هم حق توحش دادید ایرانسله بدون فیلتر دادید کلی هم التماسشون دارید میکنید عربام که هر لحظه دارن تحقیرتون میکنن که چقدر عربستان و منجر به فتح قبله اصلی میشه که حضرت هم در اونجا ظهور میکنه در حضرت مجدون. اینا هم خیلی هاشون میدونن برای همین هست که دور تا دور مسجد الحرام اینا تو همون رکن یمانی چیز گذاشتن بله تکتیر انداز گذاشتن که امام زمانتون رو بکشن خاک تو سرتون کنن توهمی گذاشتن که با اسنایپر بزنن که حضرت وقتی خواستن ظهور رو اینم آقا به یه ضرب قلمی یه موقع گفتند و دیگه نگفتن یه بار گفتن این عربستانی ها سلاح زیاد میخوان اشکال نداره میفته دست مجاهدین آش. آقا زیاد زیاد یادتون هست اینا اون جمله رو آقا در مورد یمن اینو گفت میفتن دست اینا اینا علی یمنی ها این کارو میکنن آقای شما قاقاتون برای این گفت خب گفتن عربستان خیلی داره سلاح میخره هیچ اشکال نداره اینا میفته دست مجاهدین خب ببینید سطح توهمی این رژیم دیگه یعنی آدم نمیره چی بگه سطح توهمیه دارن مسائلی که مطرح میکنن شرماور تمام مسائل کشور ما افسار کشور ما دسته همچین آدمای افتاده یارو نمیتونه صحبت کنه اینجا نشسته شیکم هم داده بیرون بدتر از منم که ورزش نمیکنه نفس نفس نمی... ببین ما کار اسرائیل کنیم تمام آره حالا من نمیخوام همه رمزای قرآن رو بهتون این قرآن رو نگاه کن بیرش که بقیه میگن این شعر رو بره این خیلی چیزا داره ببین تو این گفته که ما اول میریم خب اسرائیل رو میگیریم حالا نگاه نکنید ما داریم حق توخش میدیم به عربا و انقدر عربا میان تو ایران عکس سلیمانی رو میبینن سالن براشون عوض میکنیم و سخنگوی ما یکی از این بچه های خیلی خوبی هم هست برای ما مغز جغل بچه رو میشوره رایفی پور رو میبرن اونجا انگوش میکنن نمیذارن که برگرده ایران اینا نگاه نکنید کار اسرائیل تمومه کار قبلا آقا گفته آقا فرمودن که ملت فلسطین که نیست آقاست. زیر سال تهرشمنه بله آقا که فرمودن ملت فلسطین گرانی نیست آقاست زیر سال تهرشمنه ما کار اصلاحی تمام میشه باید میریم سمت حجاز و باید آمریکا رو هم میگیریم یه مقدار قرب میاد برم دیشتو کچ کنی میتونی ترک ست هم بگیری ترک هم الان سریاله قشنگی داره مردم دوستش داره دا ما با این سطح بیشورا اینا دارن برای ما تصمیم گیری میکنن بعد ما تو خارج اینجا منتر شدیم ایرانی هم که بخشی از مردم هم که تو ایران افسرده شدن این واقعیت ماجراست قربون شکلتون برم دمتون گم که این برنامه توجه که پاینده ایران همه تو برخورم از ایران میسپرم